آقای ماهری کهن میشناسید درسته کیه که نشناسه ایشون از بزرگان فوتبال ما هستن. حاج محمد آقا سلام عرض میکنم، روزتون بخیر، نوازشتون هم قبول بشه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم، از سلام ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز و مزدوزه شما مورد قبول درگاه حق قرار میگیره. خیلی ممنون. مهمان برنامه ما جناب آقای فتح‌الله زاده هستن، مدیر عامل باشگاه استقلال. بله سلام دارم خدمت شما. آقای مایلکان، قبل از اینکه بپردازیم به بحث دیگر، اول از این مدیریت فنی شما و چه نظری دارید در خصوص بازیایی که پرسپولیس تاکنون انجام داده؟ بله ببینید، مدیر فنی به هر حال یه سری شرایط وظایف داره. یه موقع شما قبل از فصل مدیر فنی میشی، یه موقع که بعد از انتخاباتی که صورت گرفته شما مدیر فنی خواهید شد. طبعا اینا متفاوته با هم. بنده الان در واقع به نوعی فقط مشورت میدم، طبیعه الان اینجا اعلام میکنم. اگه وضع به همین منوال بخواد بره جلو، طبعا من از فردا حضور پیدا نخواهم کرد، چرا که به هر حال ما باید علاقه فردیمونو، علاقه فردیمونو به علاقه یه خیلی عظیم از مردم ترجیح ندیم، و اگه یه نفر از دست من ناراحت بشه به طب ابی نداره، اما ما باید این همه آدمی که 60-70 هزار نفری که با زبون روزه میان اونجا، بعد افطاری میان اونجا، و میلیون ها آدمی که از طریق گیرنده ها فوتبال نگاه میکنن، به طب باید خوشحالی اونا رو در نظر بگیریم. من الان به صراحت عرض میکنم اگه وضع به همین منوال باشه و به طب بنده از فردا دیگه اصخایی خواهم کرد و در خدمت. آقای مایلکان، یه وقتایی فرمایش شما در این زمینه درست هست که یه وقتایی اگر شما نقطه نظرهایی داده باشید که مثلا از سوی مربی سرمربی تیم پذیرفته نشده باشه و این نتایج حاصل شده باشه، خب طبعا فرمایش شما درسته، یعنی از فردا از همین لحظه میگید آقا خدا حافظ، چون من هر چی میگم گوش نمیکنید و نتایج برعکس. اما اگر آقای استیلی صحبت های شما رو گوش کرده باشن و مشورت های شما رو تقریبا سعی کردن که به مرحله اجرا در بیارن ولی این نتایج داشته باشه، طبیعی است که استعفای شما یا رفتن شما درست نیست. حالا کدومه؟ یعنی واقعا صحبت های شما رو ایشون گوش نکرده؟ نه، من عزمی نیستی که ایشون صحبت های منو گوش بدن و حتما به کار بگیرن. بله ببینیم، هم خود آقای استیلی یکی از نجیب ترین آدم های فوتبالیست های مملکتمونه، هم جناب آقای کاشانی به نظر من بازم الان عرض میکنم یکی از بهترین مدیرانی بوده که بعد از انقلاب در واقع به عنوان مدیر باشگاه پرسپولیس انتخاب شدن. منتها جفت این عزیزان به نوعی حجب و حیای خاصی دارن و یه جایی که باید قطع کنن یه مسئله رو قطع نمی کنن. مثلا ما مربی بدنسازمون اصلا تو ترکیه حضور نداشته، الان هم ایشون یه خط در میون دارن میان. خب دیگه چه تعارفی داریم پیرامون این زمینه؟ من وظایف خودم رو بلدم. بازی دیشب چطوری دیدید حاج محمد آقا؟ طبعا همه ناراحتن، منم هم مثل همه. چرا انقدر کند بود؟ همین که شما اشاره فرمایید مشکل بدنسازی دارن؟ به خاطر حجب حیای زیاد ما یه جایی داریم مماشات میکنیم، اصلا معنی نداره چیزی به نام مماشات. وقتی ما سرمربیگری جسارت و جنم خاص خودش رو میگه. ببینید، ما وقتی که منافع جمع در میونه، طبعا باید منافع فردی اینا رو بذاریم کنار. و عرض کردم اگه من به این تیم امیدوارم، اما نه با این روش که داریم میریم جلو. خب بنده سالا تجربه داشتم، بنده تجربه اون دارم در اختیار میذارم. خب چرا آقای کاشانی حرفای شما رو گوش نمیکنه؟ آقای کاشانی هم به نوعی به نظر من ایشون هم حجب حیای خاص خودشون رو دارن. اگه نه خیلی مسائل الان وجود داره. شما میبینی آدمی که بیشترین ساعات رادیو تلویزیون در اختیارش قرار بوده چجوری توهین میکنه به مدیر باشگاه؟ شما بیشتر این ساعات تلویزیون در اختیار ایشون بوده، الان به خود صدا سیما هم ایشون توهین کرده. بعد ما اومدیم معنای خاصی در رابطه با اسطوره به کار گرفتیم. جناب شفیع، اسطوره یعنی چی؟ اسطوره یعنی به یکی بگه نمیدونم کوتوله، بگه مسخره، نمیدونم به یکی بگه گالیور، اسطوره است، همه رو له کنه. اما هیچ کی حق نداره مثلا به هر حال یه چیزی از ایشون عنوان کنه که باعث خنده مردم بشه. چه اشکالی داره؟ این هم دلیل عمدهش اینه که شما بیشترین ساعت هم در اختیار همین آقایون قرار دادید. اون وقت هم شما میگین اسطوره، هم کسای دیگه میگن اسطوره. بابا ما اینجا که پشه کوره نبودیم توی مملکت. نتایجی که تیم ملی با من گرفته تو تاریخ شما بیارید.
بعدش هم ببینید خود من با شما بودم، من با شما بازی کن بعدش ترانسفر شدن تو این مملکت. درسته آقای فرهاد مجیدی که آقای فتح‌الله‌زاده میخوان تازه صحبت های ایشونو ترجمه کنن. آقای فرهاد مجیدی 13 ساله بوده، بند از امید بهمن آوردمش توی تیم ملی آقای مایلی کنه و همون هم عامل شد که آقای مجیدی الان تو 35 سالگی میشه چی؟ 34 سالگی میشه بهترین بازیکن لیگ برتر. آقای مایلی کنه طرف آقای فتح‌الله‌زاده چیزیه که هنوز نشدیدن. آقای شفیع بنده مثل آقای فتح‌الله‌زاده نیستم که هر روز بخوام بیا جلوی دوربین. شما باره من خواستی من اومدم خدمت شما. نه من با اکرا این کارو میکنم. برنامه به نام شکر اومده بعد یه سال تقاضا مثلا باش صحبت نمی کردم، اومده یه صحبتی با من کرده، این صحبت ها من رو منتشر نشده، یه شیر پاک خورده اومده صحبت های من رو همه رو بالا پایین کرده، متوجه این خیلی هاشو بالا پایین کرده. بعد از اون روز تالا انواع اقسام اهانتی که اصلا لازمه یه فرد غیر عادی هم نبوده آقای فتح‌الله‌زاده به من نسبت دادن. بعدم هی هم میگم میخوام شکایت کنم. شما کیو میترسین آقای فتح‌الله‌زاده؟ از نظر کسفت که اصلا شما قابل قیاس نیستی، از نظر تجربه مدیریتی که قابل قیاس نیستی، از نظر تحصیلی که قابل قیاس نیستی، به خاطر یه نسبت فامیلی اومدی شما مدیر سرپرستی باشگاه شدی. اون وقت را بره یه دفعه من میگه ایشون باید استغفار کنه، یه دفعه میگه مالک من جوگیر شده، یه دفعه میگه یعنی شما انکار میکنید. ما ایشون میگن که چی؟ میگن خودتی بابا ادبیاتتون رو درست کنین. آقای مایلی شما از نظر سنی هم من پایین تری. یه لحظه اجازه اگه قرار کسی شکایت کنین منم، اما من چیز نیستم که. آقای مایلی کن یه لحظه اجازه بدید بذارید آقای فتح‌الله‌زاده صحبت کنه. نه شما مقصد یه موقعی به من زمان دادی که وقت نباشه. نه به خدا همینه دیگه. نه اگه همشو صحبت کنید ده به ده. آقای یه لحظه من زنگ زده. خیلی خب ما نوبت بودیم شده از اون موقع بنده رو شما الان هم وقت تمومه. نه چرا هر دفعه آقای فتح‌الله‌زاده میاد الان 6 دقیقه شیک از خودم دادم. آقا چرا در بیرون چون میکنه دیوار وارد میشه. آقای فتح‌الله‌زاده هم صحبت دارن. خب آقای فتح‌الله‌زاده صحبت ایشون صحبتشون رو کردن آخه در مورد شما نبود صحبتشون بخواد گفتن استغفار کنی. شما هم چی شما چی شنیدید از آقای مایلی کان؟ حتی وقتی آقای فرهاد مجیدی آقای آتیلا اجازه صحبت های منو تایید کردن ایشونو گفتن نه تایید نکردن ترجمه کردن تایید نکردن تایید نکردن تایید هم کردن تایید نکردن. شما کجای ورزش بوده آقای فتح‌الله‌زاده که این اهانت میکنی به آدمایی که با همه وجودش اضافه شد 10 تا 10 درون اینجا پول بگیره اهانت میکنی. کجای این فوتبال بوده آقای فتح‌الله‌زاده؟ آقای فتح‌الله‌زاده شما یه سی بگید حد خودتون رو نمیدونید کم میاره بذار بگم. نه نه آقای مالکان یه خود اصلا من میاره کجا کم میاره کم نمیاره نشون هم استقلالی ها هم به اسپولیسی ها ما به دنبال فوتبال با شرافت هستیم. این توینی ها هم که میشه به خاطر اون مسئله که شما به وجود میارید. آقای مایلی کن شما اصلا میفرمایید در خصوص اون مبحث آقای مجیدی و اینا صحبتی نکردی؟ اصلا مسئله آقای مجیدی نبوده صحبت کنیم ما الان یا نه؟ بفرمایید خب شما برنامه بوده به نام برنامه شوک آقای شفیع. بعد از یه سال این بر اومد که من صحبت نمی کنم اومده من صحبت کردم. شما حالا اون برنامه شوک هم پخش میشه. بنده آدمی نیستم که زیر اسمم بزنم. خب شما حتی زعیم بوده که هنو ندونسته این همه سرصدا کردی که میکنیم میکنیم منم از راه بدم. هنوز پخش نشده شما نظر دادید آقای فتح‌الله‌زاده؟ بذار اگه صحبت شد حالا شما بفرمایید آقای مالکان گوش میکنم. عرضم بزرگتون که عرض سلام دارم خدمت آقای مالکان. آقای مالکان مگر شما وقتی اومدین فوتبال از کجا اومدین؟ اگه من به خاطر نسبت اومدم که نسبت خیلی خوب اومدم. من تنها مدیری هستم که 6 تا قهرمانی برای باشگاه هم 60 تا قهرمانی بیاری اجازه بده ما حرف بزنیم. 60 تا بیاری ما تو به خاطر بزن ما حرف بزنیم مملکت اومدی. باشه آقای آقای لطفاً اجازه بده. من از خاکی اومدم. من تمام تحصیلاتم ورزشی من کار اسلامی من ورزشی بوده. آقا صحبت کردید ما یه دقیقه صحبت کنیم دیگه. نه شما به قد کافی صحبت کردید. من صحبت نکردم. شما بخواد صحبت کنی فوش شما تو روزنامه صحبت اون رو در نظر گرفتین و هی توهین کردید. این کم میاره
آره نمیذارم صحبت کنیم. آره کمه بودی دیگه حرف بزنی بزن ما هم حرف بزنیم. حالا شما صحبت آقای مایلی کن اجازه بدید. کمه بودم شما بزن حرف بزنیم خب. به نام دین و دیانت و ماه رمضان حرف نزدن تو اینا رو کردید. حرفی نزدن آقای مایلی کن شما یه لحظه اجازه بدید صحبت زدن آقای شفیعی. خیلی خوب تو بحث بزن. خواهش میکنم یه لحظه سکوت کنید ایشون هم صحبتشون رو بکنن. ما 5 دقیقه وقت اضافه گرفتیم یعنی چیزی بوده 10 7 8 دقیقه دیگه وقت داریم. شما اجازه بدید بفرمایید. آقای شفیعی آقای مایلکان از مادرشون بازیکن که به دنیا نیومدن اومدن یاد گرفتن درست منم بله اومدم ولی مدیر توانایی بودم کارنامه هم میگه 6 تا قهرمانی داره و توی کارنامه هم سر کرده به همین مدیری که شما میگین بهترین مدیره کجا اومده بله سابقه از من فوتبالی تره من که سابقه فوتبالی بالاتره تحصیلات شما یا یه لیسانس دارین من دکترا دارم مردم قول نزن آقای کیست تو فکر کردی که مثلا هر وقت که حرف میزنی چون میگه من یادم متدینه به همه توهین کنی شما که من تو در همیشه هم نمیگی از تو کسی نمیترسه که حرف نزن بزنم حرف هم بزنم یکمی عدد داشته باش حرف قد در کن حرف تو زدی من روش شردم شما برای تهمت زدی که آقا این یه بازیکن پول دادن گرفتن میگم تهمت این استغفار کن اگه مدرک داری بیا بده شما کجا اینو شنیدی؟ من توی همه برنامه شنیدم شما اومدید تو برنامه شنیدم اون برنامه پخش شده شما همه جا اومدید شما تکذیب میکردی شما تکذیب بکن شما بیا تکذیب کن بگو من حرفو نزدم آها اینو مایلی تو هم میگم پخش نشده من در روزنامه ها در روزنامه ها اومدم به ما گفتن نمیذاره که حرف بزن شما حرف بزن حرف بزن حرف بزن آقا حرف بزن بفرمایید شما از جهر بیرونتون میکنه اگه ناراحتی اگه شما نمیخوام ایشون هستی خب ول کنیم بابا به تو ربطی نداره که چرا به من اولا تو نه و شما تو به من چه تو متوجه این تو آقا بعد زشت آخه زشت آخه حرف زدی من حرف دارم میزنم دیگه خب بفرمایید پی داره میپره وسط حرف نه نه اصلا خلاص میگم شما وقتی تهمت میزنی آخه بعد مجیدی صحبت کنی شما ترجمه میکنی نه شما به دنبال همینی که این فوشا امانت همه دنیا در فوتبال لذت میبرن شما عاملی شدی که فقط مردم بیان به همدیگه اهانت کنن وقت برنامه دیگه ثانیه‌های آخرشه من عذرخواهی میکنم از شما یه لحظه اجازه بدید آقای فتح‌الله زاده صحبت کنم دیگه قربون بفرمایید آقای فتح‌الله آقای شفیع ایشون اومده گفته که اون چیزی که سوال کرده خبرنگار از من که گفته گفتن که جام هست اینجوری شده خوب. گفتم این از یه آدمی که متدینه کار درستی نیست درسته. اگر ایشون مدرکی داره بره مدرک بده اگر نداره به اشتباهه استغفار بکنه یه چیزی نیستش من حرف بدی زده باشم حالا اینقدر میپره بالا میاره پایین تحصیلات من از تو بیشتره مدیریت ورزشی من از تو بیشتره دو سال اومده تو پرسپولیس بازی کرده اما یقه همه رو میخواد بگیره اینجوری که نمیشه فوتبال بازی کرد احترام بذار مرد حسابی بشین ما به تو احترام گذاشتیم ما میگیم شما تهمت میزنی یه مسلمان که تو ماه مبارک کردم از اون که تهمت نمیزنه که بعدم شکایت چیه ما گفتیم آقا شما این صحبت ها کردی تهمت وارد کردی میری کمیته انضباطی اگر شما ثابت کردی که تو افتاده یه لحظه نگه دارید یه چند ثانیه بعد اگه پخشش کنید بفرمید شما میما آقا ما چکار بکنیم به یکی از که تهمت میزنن چکار میکنیم گفتیم آقا ما تو رو محکوم کردیم گفتیم میریم کمیته انضباطی شکایت کردیم کمیته انضباطی اونجا که مدرک دادی خب ما خجالت میکشیم شما... اگر ندادی خب آقای مالکان فرمایششون درست بود دیگه هنوز برنامه پخش نشده اجازه بدید آقای کیز این برنامه پخش شد نشده اومده بیرون دیگه ها ایشون یک کلمه مصاحبه میکرد میگفت آقا من این مصاحبه رو نکردم ما چیز دیگه ای نگفتیم ما چی گفتیم مگه ما چی گفتیم شما اگر یه خورده تحمل کردید ببینید ما حرفمون اینه الان نمینه میگن آقا این رو گفتن گفتم اگر این حرف تهمته اگر تهمت باشه آدم باید استغفار بکنه خب شما نزدن ایشون میگن کنه. که نزدن هنوز ببینید ایشون زده یا نزده مسئله پر اومده بیرون دیگه بعدم آقای آقای مایلکان صادقانه و عطای دل صحبت میکنن شما همینطور جسارت میکنن بیا ادبی نمیکنیم که اومده بهم میگه که تو با فامیلی اومدی اینجا این ادبیه این نه. اون کسی تو الان ازش حکم گرفتی چه جوری اومده از من فوتبالی تر بوده میگه تحصیلات تو تحصیلات چیه لیسانس داری من دکترا دارم نه ایشون فوق لیسانس بعد این حرفا رو بزنین فوق لیسانس من دکترا خیلی خوب آقا این رو مدرک نمیخواد ما جز ما آقای چیز ما ما داریم مؤدبانه صحبت کنیم آقای چیز شما حرمت نگهدار این زشت شما خسته از روزم هستی خود عصبانی شدی نه من اصلا اینا دارم از اسخای میکنم الان دوستان دیگه آرم برنامه رو دارن میرن از اینکه به برنامه اومدید این قسمت آخرش خود عصبی شدید البته آقای مالکان هم صحبتشون از تای دل هست با جون دل الان هم در مورد پرسپولیس هم نظرشون رو کاملا رک و شفاف گفتن من همیشه گفتم که حق ایشون
تو مربیگری بالاتر از این حرفاست. من حقشونو نمیخوام که متقابل صحبت کردم. من هر کسی نیستم، من از پشت کوه هم نیومدم. آدم باید با صحبت که میکنه درست حسابی صحبت بکنه و من اینجوری قبول نمیکنم. حرمت باید حفظ بشه. ممنون آقای مالکان، از شما هم بسیار ممنونم. وسط فرمایشات شما تیتراژ اومد و دیگه ارتباط تلفنی هم قطع شده. ان شاءالله ادامه صحبت های شما رو با حضوری اگر موافقت کنید و دعوت بنده رو از اینجا بپذیرید، در برنامه هفته آینده ورش مردم با شما باشیم.